بررسی تقویم شروع اقتصادی روز و رویدادهای ایالات متحده. بانک مرکزی اروپا ممنوعیت پرداخت سود سهام بانک ها را لغو می کند. کاهش ذخایر نفتی رسمی در امریکا و رکورد شکنی بیت کوین. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرو اسکیلز. امروز چهارشنبه 16 دسامبر 2020 برابر با 26 آذر ماه 1399 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم. مشروع اخبار: رویدادهای امروز ایالات متحده و بسته حمایت مالی. امروز فدرال رزرو با کاهش چشمگیر اقتصاد تحت تاثیر آخرین موج شیوع کرونا، آخرین جلسه سیاست‌گذاری پولی در سال جاری را همزمان با کاهش انتظارات برای هر نوع اقدامی برگزار می‌کند. سناتور میچ مک‌کانل رئیس اکثریت سنا بیان کرده در جلسه‌ای که با دموکرات‌ها در مورد بسته محرک داشته، پیشرفت‌هایی صورت گرفته است و تمام قانون‌گذاران را ملزم کرده است که برای رسیدن به توافق متحد شوند. البته باید دید که نانسی پلوسی با پیشنهادهای جدیدی که مطرح شده است موافقت خواهد کرد یا خیر. سرمایه‌گذاران انتظار دارند زمانی که بایدن وارد کاخ سفید شود، بسته محرک دیگری نیز تصویب شود. مک‌کانل همچنین سکوت خود را شکست و پیروزی بایدن را به وی تبریک گفت. این اقدام باعث شد که تنش‌های سیاسی اندکی کاسته شود. طلابا در واکنش به اخبار در مورد بسته محرک مالی و امیدها برای بسته محرک پولی توانست در بالای 1850 دلار رشد خود را تثبیت کند. سازمان غذا و داروی امریکا در گزارشی ایمنی و اثرگذاری واکسن مدرنا را تایید کرد. این گزارش اولین قدم برای صدور مجوز برای این واکسن محسوب می شود. احتمال می رود مجوز استفاده از واکسن در هفته آینده صادر شود. در ساعت 17 به وقت تهران شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر منتشر شد که پایین تر از انتظارات و به منفی 1.1% رسید. این شاخص برای کالاهای اساسی نیز پایین تر از پیشبینی ها عدد منفی 0.9% را ثبت کرد. شاخص مدیران خرید بخش تولیدی مارکت ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی دسامبر که انتظارات برای عدد 55.7% بوده به عدد 55.8 رسید. امروز شاخص دلار ابتدا با افت شدیدی به مرز 90 واحد رسید، اما کمی بعد با جبران بخشی از ضررها و با حدود 0.3% کاهش به 90.15 واحد برگشت. در بازارهای امروز امریکا در معاملات ساعت اولیه برخلاف دیگر شاخصها، شاخص داو جونز با 0.1% کاهش مواجه شد. نزدک اما 0.2% و S&P 500 0.1% رشد کردند. بانک مرکزی اروپا ممنوعیت پرداخت سود سهام بانک ها را لغو می کند. اقتصاد منطقه یورو علی‌رغم گسترش محدودیت ها در سراسر قاره برای مهار ویروس کرونا در ماه دسامبر بهتر از حد انتظار پیش رفت. بر اساس شاخص مدیران خرید که توسط IHS مارکیت جمع‌آوری شده است، سطح فعالیت در ماه جاری تنها به صورت ناچیز منقبض می شود. شاخص مدیران خرید منطقه یورو مجدداً به 49.8% بازگشت، درست در زیر سطح 50 که به طور معمول رشد را از عدم توسعه جدا می کند. این ارقام به دلیل تعطیلات کریسمس یک هفته زودتر منتشر شده است. به همین ترتیب آنها محدودیت‌های شدیدی از امروز در آلمان، هلند، فرانسه و دیگر کشورها آغاز می‌شود را در نظر نمی‌گیرند. در حالی که چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصاد به میزان زیادی به مذاکرات تجاری پس از برگزیت با انگلیس بستگی دارد.
در تحولی جداگانه بانک مرکزی اروپا تایید کرد که از ماه دسامبر ممنوعیت پرداخت سود سهام بانکی خود را لغو خواهد کرد، اگرچه از بانک ها درخواست کرده است که زودتر از ماه سپتامبر سود سهام پرداخت نکنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا فوندرلاین پیش از این گفته بود که راهی برای توافق در مذاکرات تجاری پس از برگزیت با انگلیس می‌بیند که در پی آن استرلینگ به بالای 1.35% در برابر دلار رشد کرد. همچنین شاخص ترکیبی مدیران خرید به استرلینگ کمک کرد که نشان می‌دهد اقتصاد در ماه دسامبر به محدوده رشد خود باز می‌گردد، اگرچه سطح شاخص 50.7 زیر حد انتظار بود. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در ارتباط با برگزیت می‌گوید پیشرفت‌هایی صورت گرفته اما هنوز از موانع عبور نکردیم. توافق بهتر از خروج بدون توافق است، اما ما برای هر نتیجه‌ای آماده شده. مذاکرات برگزیت تا پایان هفته ادامه خواهد یافت. نخست وزیر انگلستان بوریس جانسون نیز میگوید هر فرصت و امیدی جهت توافق اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت. اتحادیه اروپا باید اجازه دهد انگلستان در زمینه شیلات و قوانین برابری کنترل داشته باشد. بازارهای اروپا به پشتوانه اخبار یک بار چه مثبت بودند. شاخص یوکی 100 امروز 0.6% رشد را نشان می دهد. داکس آلمان 1.3% رشد کرده و استاکس 600 نیز 0.6%. در فرانسه نیز که به همراه آلمان از امروز تعطیلات و محدودیت‌های دراز مدت 4 هفته‌ای را شروع کرده، CAC 40 رشد 0.1% را تجربه کرد. در بازار ارزها نیز یورو امروز بعد از داده‌های منتشر شده با 0.3% رشد بهترین نمایش روز را داشت، در حالی که لونی کانادا با 0.5% کاهش ضعیف‌ترین ارز روز بود. در بازارهای آسیایی نیز روند مثبت حفظ شده بود. نیکی ژاپن امروز با 0.3% رشد بسته شد، هایسنگ با 1% رشد به کار خود پایان داد و شانگهای تغییر قیمت محسوسی نداشت. سردرگمی قیمت نفت، خوشبینی نسبت به چشمانداز بسته حمایتی ایالات متحده و نگرانی از افزایش محدودیت‌ها به همراه رشد غافلگیرکننده ذخایر نفتی بخش خصوصی و کاهش در داده‌های رسمی هفته گذشته در ایالات متحده قیمت‌های نفت را با سردرگمی مواجه کرده است. مؤسسه نفت آمریکا تخمین زده است که ذخایر نفت خام در هفته گذشته نزدیک به 2 میلیون بشکه افزایش داشته است. امروز صبح هر بشکه معاملات آتی نفت خام ایالات متحده با کاهش 0.7% به 47.30 دلار رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام برنت در 50.60 دلار در هر بشکه 0.4% کاهش داشت. رشد چشمگیر بازار ارزهای دیجیتال و رکورد بیت کوین امروز، در حالی که در ساعت اولیه روز بازار ارزهای دیجیتال به صورت مختلط معامله می شد و برخی ارزهای شاخص در محدوده منفی بودند و برگشت و شاهد یک رشد چشمگیر در این بازار هستیم. بیت کوین رکورد شکنی کرد و با 0.7% افزایش به بالاتر از 20,700 دلار رسید. ریپل که امروز صبح 0.7% ریزش قیمت را تجربه کرد، با 0.2% رشد قیمتی روزانه ضررهای صبح را جبران کرد. اتریوم و لایت کوین هم به ترتیب 0.2% و 9.6% رشد قیمتی را نشان می دهند. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت می کنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.